سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز. تو این ویدیو میخوام در مورد مثلث‌های گردن صحبت کنم یا نک تریانگل. ما به صورت قراردادی، حالا آناتومیست‌های ابتدایی به صورت قراردادی این مناطق گردن، مناطق مختلفی از گردن رو به یه سری مثلث‌ها تعریف کردن. این به خاطر این است که این مثلث ها، اولا که همیشه مثلا من بعضی موقع دیدم بچه ها سوال میکنن خب به چه درد بخوره این مثلث ها، چه کاربردی داره، چه اندیکاسیونی داره. این خیلی مناسب است برای جراحی ها. وقتی میخواید شما جراحی هایی انجام بدید توی ناحیه گردن، این مهم است که ببینید اپروچ اون جراحی چی است، یعنی اون ساختار، روش دسترسیش از کجا آسان‌تر است، اپروچ میشه دسترسی، دسترسیش کجا آسان‌تر هست و کجا میشه با فاصله نزدیکتری به اون عضو دسترسی پیدا کرد. به خاطر همین مثلث‌های گردنی رو تعریف کردم. خب من بخوام آغاز کنم، مثلث‌های گردنی کل ساختار گردن توسط یک خط فرضی میانی به دو قسمت کاملا سیمتریک یعنی قرینه، به دو قسمت کاملا قرینه راست و چپ تقسیم میشه. اینجا بیایم با هم ببینیم، این گردن هست توسط یک خط فرضی به دو قسمت کاملا قرینه سمت راست و سمت چپ تقسیم میشه. خب این در مورد گردن. اما ما یک عضله فوق العاده مهمی داریم که تو قسمت عضلات گفتم، مخففش میگن عضله SCM. عضله SCM یعنی عضله استرنو کلایدو مستوئید، که بهش میگن SCM. از این به بعد من گفتم SCM یعنی عضله استرنو کلایدو مستوئید. هر طرف گردن یه عضله به نام استرنو کلایدو مستوئید وجود داره. این عضله استرنو کلایدو مستوئید است که این عضله باعث میشود که کل گردن به دو کمپارتمنت و به دو منطقه تقسیم بشه. قسمتی که جلوی این عضله SCM هست میگن کمپارتمنت یا مثلث قدامی. این مثلث است. حالا میگم هر کدوم از این مثلث‌ها به یک سری تقسیمات کوچکتر هم تبدیل میشه. این اولین تقسیماتی که وجود داره. و آنچه که خلفش هست میشه چی؟ پوستریور تریانگل یا مثلث خلفی. خب اگر من بخوام در مورد مثلث قدامی صحبت کنم، ببینم اضلاع مثلث قدامی به چه صورته. این کلا این مثلث رو میگن، این مثلث رو میگن. ذیل خلفیش اگر توجه کنید میشود چی؟ کنار قدامی عضله SCM. ذیل قدامیش چی میشه؟ همون خط فرضی میانی گردن. و ذیل فوقانیش میشه کنار تحتانی فک تحت. این ذیل خلفی قدامی میان پایین با هم چی؟ متقاطع میشن و به این صورت مثلث قدامی رو تشکیل میدن. این میشه مثلث قدامی گردن که خود این باز به دو تا مثلث تقسیم میشه. حالا اول بریم مثلث خلفی رو ببینیم، مثلث خلفی به چه صورته. خب مثلث خلفی این ناحیه است، اینجا رو میگن مثلث خلفی. اگر توجه کنیم مثلث خلفی برخلاف مثلث قدامیه. مثلث قدامی قاعده مثلث بالا بود، رأسش پایین بود. ولی تو مثلث خلفی برعکس میشه، قاعده پایینه، رأس میاد به سمت بالا. خب کنار قدامی مثلث چی میشه؟ کنار خلفی عضله SCM. کنار خلفی چی میشه؟ کنار قدامی عضله ای از تو پشت به نام عضله ترابیزوئید اینها. و کنار تحتانی چی میشه؟ دو سوم میانی کلاویکل. کلاویکل رو به سه قسمت تقسیم کنید، یک سوم، ببخشید میگم دو سوم، کلاویکل رو به سه قسمت تقسیم کنید، یک سوم میانی شما کنید. اونجا من کلاویکل داشتم، این کلاویکله، دقیقا یک سوم میانیش، اینجا یک سوم میانیش. این میشه چی؟ قاعده مثلث خلفی. اینجا داریم با هم میبینیم. یک عضله ای داریم به نام عضله اوموهایئید، صحبت کردم براتون. این عضله اوموهایئید اگر توجه کنید، این عضله اوموهایئید از قسمت فوقانی اسکاپولا مبدا میگیره میاد جلو توسط یک تاندون مشترکی، به یک تاندون مشترکی. این عضله یک بطن تحتانی داره، یک بطن فوقانی، که این تاندون مشترک هم وصل میشه به قسمت استرنوکلاویکولار. خب این عضله است. تو اینجا خیلی این عضله رو خوب داریم. تو این من اینکه بیارم نشون بدم با هم ببینیم.
عضله اوهایدی نیست که عضله مهمی هست. این عضله عضله اوهایدی است که دو تا بطن داره. این میشه بطن فوقانیش، این میشه بطن تحتانیش. بطن تحتانی کجا مبدا میگیره؟ از قسمت فوقانی اسکاپولا یا کتف. بطن تحتانی، بطن فوقانی تو کجا هست؟ میشه به هایوئید. به خاطر میگن عضله اومو هایوئید. اینم چی؟ اینم همون اینترمدیت تاندونه که بس میشه به کلاویکل و استرنو. خب این اگر توجه کنید میاد این مثلث‌های گردن رو به یه سری تقسیماتی تقسیم میکنه. نگاه کنید الان مثلث قدامی توسط این بطن فوقانی به دو تا مثلث تقسیم میشه. مثلثی که بالا قرار داره بهش میگن مثلث کاروتید یا کاروتید تریانگل. مثلث پایینی بهش میگن چی؟ مثلث پایینی بهش میگن چی؟ مثلث ماسکولار یا مثلث عضلانی. در مورد هر کدوم از اینا صحبت خواهم کرد. ابتدا بیام در مورد، حالا اول بیام یک عضله دیگه تو کمپارتمنت قدامی هست. اول یه چیزی یادم رفت بهتون بگم، این مثلث قدامی خودش به 4 تا مثلث تقسیم میشه، مثلث خلفی خودش به 2 تا مثلث تقسیم میشه. خب اول بیام مثلث قدامی صحبت کنم. خب اما بریم تو قسمت تحتانی. اگر توجه کنی ما یک عضله میبینیم به نام عضله دایگاستریک. این عضله دایگاستریک است، این بطن خلفی دایگاستریک است، اینم بطن قدامی دایگاستریک است. دایگاستریک یعنی دو بطنی، این بطن خلفی است، اینم بطن قدامی. که من تو ویدیو قبلی گفتم همراه با بطن خلفی دایگاستریک ما عضله‌ای داریم به نام عضله چی؟ استایلو هایوئید. این عضله استایلو هایوئید است، درسته؟ این از کجا بس میشه؟ از زائده مستوئید میاد پایین، دوباره اینجا یک تاندون مشترک اینو بس میکنه با هایوئید. از این ور بس میشه به کجا؟ به چانه. این باعث میشه یک مثلثی بین بطن خلفی و قدامی تشکیل بشه که بهش میگن مثلث دایگاستریک، یا مثلث سابمندیبولار هم میگن. این مثلث است. اما تو قدام که میاد، بطن قدامی اینجا، اینی که الان من کشیدم، یه مثلث کوچیکی هم اینجا تشکیل میشه به نام مثلث سابمنتال. حالا در مورد هر کدوم اینا کامل توضیح خواهم داد. خب در نتیجه یک بار دیگه توضیح بدم، عضله اوهایید باعث میشه تو قدام دوتا مثلث تشکیل بشه، مثلث کاروتید، مثلث ماسکولار یا عضلانی، و همچنین عضله دایگاستریک باعث میشه دوتا مثلث این بالا تشکیل بشه به نام چی؟ مثلث سابمندیبولار، مثلث سابمنتال. یک جور دیگه من بگم، این فضای قدام یه فضای اینفراهایوئید هست، یه فضای سوپراهایوئید. فضای اینفراهایوئید مثلث قدامی توسط عضله بطن فوقانی عضله اوهایوئید به دو تا مثلث تقسیم میشه، اینفراهایوئید، مثلث کاروتید، مثلث عضلانی. اما فضای سوپراهایوئید توسط عضله دایگاستریک به دو تا مثلث تقسیم میشه، اینجا میشه مثلث ساب مندیبولار، اینجا میشه مثلث ساب منتا. حالا دونه دونه این مثلث ها رو در موردش صحبت کنیم، ببینیم چه از چه اجزایی تشکیل شده و به چه درد میخوره. اول میخوام در مورد مثلث کاروتید صحبت کنم. اسمش هست مثلث کاروتید. درنچه مهمترین ساختاری که توش وجود داره شریان کاروتیده. ببین شریان کاروتید فوق العاده شریان مهمیه. کل خونرسانی سر، صورت، مغز، گردن، صورت، مغز، همش توسط کاروتید هست. خب اضلاع مثلث کاروتید ببینیم چی هست. ذیل خلفیش، میشود کنار قدامی SCN، قسمت های فوقانیش اینجا. ذیل قدامیش میشه چی؟ ذیل قدامیش میشه کنار خلفی بطن فوقانی اوهایوئید. نه، کنار فوقانیش چی میشه؟ کنار فوقانیش دقیقا میشه بطن خلفی دایگاستریک. نه، این مثلثه رو میگن بطن خلفی دایگاستریک. ببین هر چیزی که، هر جایی که بطن خلفی دایگاستریک اونو تشکیل میده، حتما عضله استایل هایوئیدتون میتونه تشکیل بده، چون این دوتا با هم هستن. اینجا رو میگن چی؟ مثلث چی؟ کاروتید. چیا قرار دارن؟ مثلث کاروتید من اگر نگاه کنم ببینید، آه شریان کامن کاروتید. نه، شریان کامن کاروتید.
بعد شریان کاروتید داخلی و شریان کاروتید خارجی. این شریان کاروتید داخلی است، این شریان کاروتید داخلی و همچنین شاخه های شریان کاروتید خارجی. مثلا این شریان، شریان سوپریو تایروئید هست، این شریان، شریان لینگوال هست. به غیر از دو شاخه انتهایی کاروتید خارجی، بقیهشون تو همین مثلث قرار داره. خب دیگه چی؟ برم مثلث بعدی. مثلث چی؟ مثلث عضلانی یا ماسکولار تریانگل. ببینم اعضای مثلث چیه؟ اعضای مثلث چی هست؟ خب الان که این مثلث خیلی هم مثلث نیست، اگر توجه کنه خیلی ساختار مثلثی نداره، نکن یه خورده تقریبا از مثلث خارج شه. اگر بخوایم واسهش اعضایشو تعریف کنیم، میگیم ذیل فوقانیش اینجا کنار تحتانی تنه هایوئید هست، ذیل خلفی فوقانیش کنار قدامی بطن فوقانی اوموهایید هست اینجا، ذیل خلفی تحتانیش کنار قدامی SCM هست. خب کنار داخلیش چی میشه؟ کنار داخلیش همون خط میانی که گفتیم به صورت فرضی هست. چرا میگن عضله؟ اینجا رو میگن مثلث عضلانی، به خاطر اینکه کلی عضلات اینفراهایید اینجا قرار دارن. عضلات اینفراهایید چند تا بودن؟ سه تا بودن، استرنو هایوئید، استرنو تیروئید، تایرو هایوئید، همشون اینجا هستن، همشون اینجا هستن که ما داریم با هم میبینیم. اما علاوه بر اینها ما یه ساختار فوق العاده مهم هم داریم تو ناحیه عضلانی، اسمش عضلانیه ولی یه ساختار مهم داریم، غده تیروئید. نه، غده تیروئید، پشت غده تیروئید دیگه چی داریم؟ غدد پاراتیروئید، 4 تا غده پاراتیروئید پشتش هستن. دیگه چی داریم؟ حنجره. کل ساختار حنجره اینجاست تو مثلث عضلانی، فوق العاده مثلث مهمیه، ساختار حنجره، نای، همه اینا تو مثلث عضلانی وجود دارن. خب برم در مورد اول مثلث چی میخوام صحبت کنم؟ مثلث سابمندیبولار. مثلث سابمندیبولار میخوام تعریف کنم، کنار خلفی میشه عضلات چی؟ بطن خلفی دایگاستریک یا استولوهای اینا، کنار قدامیش، کنار خلفی بطن قدامی دایگاستریک اینجا، و کنار فوقانیش، کنار تحتانی فک تحتانی یا مندیبل. این مثلث هست. مهمترین ساختاری که اینجا قرار داره چیه؟ غده بزاقیه سابمندیبولار اینجا داریم میبینیم. همچنین شریان فیشیال دقیقا از اینجا رد میشه، خیلی شریان مهمی است. کفش هم نگاه کنید، عضله مایلو هایوئید هست، عضله مایلو هایوئید هست که تکنه کف دهان رو تشکیل میده. اما برم در مورد مثلث سابمنتال صحبت کنم. این مثلث سابمنتال است. مثلث سابمنتال یک کنار تحتانی داره که قسمت فوقانی تنه هایوئید هست، یک کنار خارجی داره که بطن قدامی دایگاستیک داره و یک کنار قدامی داره، همون خط فرضی میانی هست. اینجا چیا وجود داره؟ اینجا یه سری عضلات وجود داره، مثل عضله چی؟ مثل عضله جنیا هایوئید. اینا رو باید بدونید دیگه، جنیا هایوئید یا دیگه قسمت هایی از خدمت شما عرض کنم که مایلو هایوئید اینجا میاد، این قسمت های قدامی مایلو هایوئید، یعنی قسمتش مایلو هایوئید این عضله ساب مندیبولار رو تشکیل میده، مثلث ساب مندیبولار رو میسازه، کفش رو یه جا اینجا مثلث ساب منتال. خب بریم در مورد بس 4 تا مثلث قدامی و 4 تا مثلثی که درون مثلث قدامی گردن هستن رو با هم صحبت کنیم. برم در مورد مثلث های خلفی. مثلث خلفی گفتم که قاعدش پایینه، 1/3 میانی کلاویکله، خلفش ترابیزوئید هست، قدامش کنار خلفی SCM هست. توسط بطن تحتانی اوموهایید به دو تا مثلث تقسیم میشه. مثلث بالایی میگن مثلث اوکسیپیتال، مثلث پایینی میگن مثلث چی؟ سوپراکلاویکولار. ببخشید، مثلث سوپراکلاویکولار، اوکسیپیتال سوپراکلاویکولار. خب برم اول در مورد مثلث سوپرا اوکسیپیتال صحبت کنم. مثلث اوکسیپیتال اگر توجه کنیم، کنار قدامیش میشود کنار خلفی SCM. کنار خلفیش چی میشه؟ کنار قدامی ترابیزوئید، تحتانیش
تحتانیش چی میشه؟ کنار فوقانیه بطن تحتانی اومهایی. نه چیا توش قرار دارن؟ خیلی عناصر زیادی قرار دارن. عضلات اسکالن، اسکالن خلفی، میانی و قدامی، عضله سوپرا اسکاپولا، عضله لواتور اسکاپولا، عضلات اسپلنیوس و سمی اسپلنیوسی که اینجا قرار دارن. همه عضلات ما میتونیم اینجا ببینیم. اگر توجه کنید قسمت قدامیش، قسمت قدامیش ایر پوینت هست یا نروس پوینت هست، دقیقا قسمت میانی کنار خلفی SCN یک ناحیه است که 4 تا عصب سطحی ازش خارج میشه، بهش میگن ایر پوینت. تو جراحی فوق‌العاده مهم هستن. و اما مثلث آخر یا مثلث چی؟ سوپرا کلاویکولا، مثلث سوپرا کلاویکولا بالای کلاویکولا هست. مهمترین شاخصی که توش وجود داره شریان ساکلاویکل هست. شریان چی؟ سا کلاویکل هست که تو این ناحیه قرار دارن. خیلی سریع 6 تا مثلث رو من نشون بدم خدمت شما عرض کنم برای یادآوری: مثلث کاروتید، مثلث ماسکولار، مثلث سا مندیبولا، مثلث سابمنتال، مثلث اکسیپیتال و مثلث سوپرا کلاویکولار. خیلی سریع، خیلی ساده و مختصر توضیح دادم. با سوالی داشتید هستم در خدمتتون. خسته نباشید.